راهبرد ما راهبردیه که درسته ما در او هزینه کردیم البته الان هزینه نمی کنیم هزینه هم که کردیم خیلی نیست در مقابل بهره‌ای که برای ما داره مثلا آقای ناتانیاهو و امریکایی‌ها میگن که 150,000 موشک ایرانی که اختیارش دست ایرانه در لبنان، سوریه و غزه مستقره که اگه اتفاقی بیفته حرف اوناست اعتراف اوناست ما میخواستیم اینا بدونن که ما این توانایی رو داریم به دستور ایران شریک میشه و اسرائیل رو هدف قرار میده اسرائیلی که بمب اتم داره و ما رو تهدید میکنه اسرائیلی که پشتیبانش امریکاست و ما رو تهدید میکنه امریکا امنیت ملی اسرائیل رو جز امنیت ملی خودش تعریف کرده این بزرگترین توانایی بازدارندگی ماست در مقابل امریکا و اسرائیل بله برای این ما باید هزینه بکنیم البته کسان دیگه هم همراه ما هستن مثل عزیزانمون در حزب الله مثل عزیزانمون در فلسطینی ها مثل بعضی از قسمت های سوریه مثل خیلی ها در عراق اسرائیل دیگه الان رسما و علنا انبارای این موشک ها رو میزنه اونی که تونسته به قول اونا 150,000 تا موشک منتقل کنه اونجا این موشک ها نقطه زن باشن این موشک ها چجوری باشن مؤثر باشن فلان باشن چجوری استفاده بشن آموزش ببینن همیشه نو به نو مواد منفجره و سوختاشون رو به نو به نو بشه اینا خیلی کار عظیمیه ما یه چیزی میگیم 150,000 تا موشک آقای ناتانیاهو یه چیزی میگه 150,000 تا موشک ولی این یه کار عظیم دفاعی راهبردیه این به این دلیل شما راحت نشستید اینجا وگرنه تا حالا چندین بار حتما فردو حتما بوشه و حتما نتنز زده بودن یه موشک از ایران که شلیک شه برای رژیم صهیونیستی 8 دقیقه طول میکشه برسه اونجا علل خصوص با این خباثتی که در ترکیه شد اجازه دادن رادار ناتو در جنوب شرقی ترکیه مستقر بشه با کمک رادارهایی که امریکایی‌ها در خلیج فارس دارن در امارات دارن در قطر دارن و رادارهایی که در ریف ساکسونی دارن اینا میتونن رصد کنن موشک‌های بالستیکی که ما شلیک می‌کنیم به طرف رژیم صهیونیستی و میتونن عکس العمل نسبت بهشون داشته باشن ولی موشکی که سهمی مثلا از لبنان شلیک میشه این تا به اوج برسه اون بخواد مطالعه کنه اون وقت رسیده به یه جایی که ثقل زمین دیگه ببین چون وقتی چلیک میشه از صفر باید بکنه بره ثقل زمین مانعش هستش که کند میره بالا ولی وقتی به اوج رسید دیگه سریع میاد پایین ثقل زمین کمکش میکنه نتونست اینه که این موشک ها اینقدر خطرناکه اینه که اینقدر کنار رژیم صهیونیستی بودن مهمه هیچ کس از ماها اعتقاد نداریم اسرائیل رو مثل حرفی که زده شده بود میریزیم صهیونیست داره تو دریا بمب اصلا این حرفا نیستش ما اگه هر چیزی داریم همش بازدارنده است هیچ وقت نمیخوایم باهاش آدم بکشیم ما اصلا قصدمون آدم سازیه ما قصدمون هست به این صهیونیست حالی کنیم آقا تو حق فلسطینی رو گرفتی تو سرزمین فلسطینی گرفتی ویلکم برو تو که دمی سرزمین داری خودت تو که چندین تا تابعیت داری خودت تو اروپا